تقدیم با عشق به استاد فیلم برداری سینما ایران استاد کلاری ماشاءالله. جونم قربونت برم من جونم. چرا آقا میبینی آقای کلاری تو دوست داره؟ چه قند و عسلی آوردی رامبو. میبینی والا بخدا. آره رامبو چقدر این سینما بیرحمه واقعا. چقدر عجیب و بیرحمه رامبو. چرا چی شده؟ یه نفر با این تیپ با این استایل با این چهره باید پشت دوربین وایسه، بعد یه نفر مثل شما با این قیافه با این شکم با این استایل باید بره جلو دوربین. چقدر سینما بیرحمه واقعا. واقعا درست گفتی. چاکرتون حساب کتابش به هم ریخته سینما. چی برام بیرحمی بیداد میکنی نوکرتو. یه تیکه قربونت برم من. ببین جون سلام من نفرمای نه شما سر ما جا داریم ما خدا دیونه برم من. چرا خب یه تیکه از شعرتو بگو لالو یه چیزشو نفهمیدم. نفهمیدی یه بار یعنی همینجوری بدون آهنگ بخون. آره لطفا میشه. گفتم قلب دست لا و ازد دور شه بلا، دیدن فیلمای تو روح میده جلا، والا روح میده جلا، آخ روح میده جلا، موهاد رنگ برف و تو چشماد پر حرف، برای تو همه باید بزنن وای ساده کف، آخ کلاری تو دلبری، والا فیلم بردار مادری، آخ بوگو چی میخی بدم یالا که از پیش ما نری. آفرین عزیزم خیلی کار درسته. آفرین سلامت باش. عذرخواهی میکنم تو حرفتون پریدم. اختیار داریم. آقای کلاری از فیلم مادر یه خاطره بگین. جالبه زیاد دارین البته خیلی مفصل. ولی فیلم مادر دو تا اتفاق توش افتاد که یکیش خب یه خورده شاید غم انگیزه ولی یکی دیگهش حالا مرز تراژدی و شاید کمدیه. واقعا خاطره اولم اینه که کنار دوربین من واقعا در فاصله یک متری دوربین بزرگترین بازیگر سینمای ایران مرد، یعنی فوت کرد درست در فاصله یک متری دوربین من. بزرگترین که میگم منظورم حالا در سایز و در اشله. مرحوم لطفی بود که خیلی عجیب بود. اینا یه گروه بودن با اکبر عبدی و چند تا دیگه که اینا سال خورده بودن، یعنی همشون بالای مثلا فرض کنیم 40-50 و اینا سن داشتن، منهای اکبر که حالا جوان بود در اون روزگار. اینا با هم دیگه تو کوچه بازی میکردن، اگه فیلم رو دیده باشین یا تو پلاستیکی داشتن و با هم بازی میکردن. یه صحنه ای داشتیم که اینا توی کوچه باریکی دنبال توپ میدویدن و مثلا بازیشون ادامه میدادن. یه بار رفتن و این اتفاق افتاد و آقای حاتمی کات داد و مثلا ما گرفتیم. به من گفت که محمود جان میخوای یه بارم از سمت چپ دوربین برن یا رو برعکس. اون دفعه چپ دوربین وارد شدن، این دفعه سمت راست مثلا کادر وارد شدن. گفتیم بله آقا بریم از جهت در حقیقت دیگه شو بگیریم. اینا همه برگشتن اومدن پشت دوربین. آقای حاتمی گفتن که مثلا صدا دوربین حرکت و یه چیزی گفت گرب. من چشم پشت ویزور بود و سرم در حقیقت نمیتونستم بغلمو ببینم و نگاهم به ویزور دوربین بود. یه بار سرمو برداشتم از پشت دوربین و بی اختیار و نگاه کردم دیدم همین آقای لطفی نقش بر زمین شد بدون هیچ پیش زمینه ای و چون تقریبا همین فصلا بود، همین ایام بود، هوا خیلی گرم بود. خب همه گفتن که گرم زده شده نمیدونم فلا اینا آب فلا اینا و یه
پارچه آب از همسایه در واقع اون کنار باستاندم پنجره داشتن فیلم برداری نگاه میکردن در کنار ما، اونا زود یه پارچه آب خنک دادن بیرون ریختن تو لیوان و اکبر عبدی سعی کرد اینو به خورد آقای لطفی بده ولی دهنش باز نمیشد و هیچ حرکتی از خودش نشون نمیداد. انقدر شوخی بود و انقدر غیر قابل باور بود که اکبر پای اینو بلند کرد و آب یخ رو ریخت تو پاچه شلوارش، یعنی شوخی کرد با این در اون لحظه. اصلا فکرش نمی‌کرد، اصلا مطلقاً هیچ کس تصور اینو نمی‌کرد. یه باره یک نفر که فکر کنم گروه فیلم برداری ما هم بود حتی تا اونجا که یادمه که کنار سر این نشسته بود گفت آقا این نفس نداره. یعنی چی؟ این هیچ واکنشی نداره و نفس هم نمی‌کشه. یک باره او همه چیز به هم متوجه و خیلی عجیب بود، برای اینکه یه تاکسی که مال فیلم بود بلا فاصله گفتن بگی ماشین فلان اینا، اون تاکسی رسید یه پیکانی بود و خب هیکل ایشون جا نمیشد، بنابراین پاهاش از پنجره بیرون موند و حالا یادم نیست که خود اکبر عبدی و یکی دو نفر دیگه با این حرکت کردن و ما با یه اتومبیل دیگه در پی اینا بیمارستان سینا و اونجا کار میکردیم تو شاهپور خیلی نزدیک بود ایشون رسوندن به بیمارستان، مثلا با 3 دقیقه فاصله بعد از اونها ما رسیدیم به بیمارستان. گفتم فوت شده، مگه میشه؟ گفت آره دکترها گفتن که این یه چیزی حدود 20 دقیقه قبل فوت شده، یعنی اونجا مرده و افتاده زمین، یعنی یه سکته عجیب. این اتفاق در حقیقت تو فیلم مادر افتاد. یه اتفاق دیگه که حالا یه جور دیگه بود، یه جنس دیگه بود، یه آقایی بود که سرایدار اون خونه ای بود که ما گرفته بودیم توش کار می‌کردیم، یه عیزقایی بود که این لغوه داشت و سرش همش تکون میخورد. اونم جز همون بچه بود که تو اون صحنه دیدیم که بازی میکردن. ما خب حیات رو پارچه میکشیدیم برای اینکه نور عوض نشه و مثلا ما بتونیم در طول روز فیلم برداری بکنیم. همیشه که این بچه ها میرفتن اون بالای ما بهشون میگفتیم که مراقبت کنین، محتاط باشین، برای اینکه ساختمون قدیمیه، اون به قول معروف جدولی که لب این هره ها کار کردن با آجرهای قدیمی قزاقی بزرگ اینا لقن و پاتون رو اونا نذارید. یک روز بر حسب اتفاق وقتی اینا رفتن بالا که این تنابا رو بکشن حالا یه مقدار پارچه صاف و صوف‌تر بشه، یکیشون انگار راه ظاهرا میره روی اون یا حالا پاش میگیره به اون، وقتی که تنابا میکشه یه دونه از این آجرها از اون بالاست میفته پایین و عجیب این که در طول مسیر صاف اومد و خورد تو سر عیزاقا که تو حیات بود، گارب خورد تو سر عیزاقا که اینجوری بود؟ عیزاقایی که لغوه داشت و همه گفتیم وای خدای من یه حادثه یه دیگه این دفعه به وسیله ما اتفاق افتاد. آره. یعنی وسیله این پسرکی که با ما کار میکرد بهزاد دورانی. آره. همون که بعدا تو آره. فیلم ابر افتاد و تو فیلم باد ما رو خواهد برد هم بازی کرد. افتاد پایین و این بنده خدا خوب سرش رو گرفت و نسبتا حال رفت. اینو زود باز رسوندم به بیمارستان و نمیدونم عکس و اینا از سرش و اینا از کاس جمجمش کنه، خب نه آسیبی ندیده، برش گردوندن و رفت تو اتاقش استراحت کرد. باور نکردنی بود، فرداش رام بود اومد پایین و دیگه لغوه نداشت. یعنی سرش اینجوری اینجوری دیگه نمیشد، یعنی این آجره من نمیدونم چی کار کرد، تنظیم کرد انگار مخ این بند خدا رو و این و جالب یه عمر اینجوری اینجوری واقعا دنگ تموم شد دیگه، اصلا دیگه لغوه نداشت، یعنی سرش اصلا اینجوری اینجوری نمیشد. بعد آقای آتمی به وسام گفت ببین تو نمیخواد تو گروه فیلم برداری کار کنی، تو یه مش آجر با خودت ورد و ببر آدمایی مثل اینو مداوا کن، از یه فاصله بزن تو سری یه دیگه سرشو تکون نخوره. این خاطرم بالا شیران بود 7 سال درس میخونن 20 سال تخصص میگیرن نمیدونم فیزیوتراپ مغز و اعصاب با یه آجر ردیف کردن. دقیقاً کاش الان یه آجرم برای رامبو دم دست بود. مگه ما گرفتاریم چی الان؟ نه هیچی نه بابا، بچه ها کسی به روش نیاره، کسی به روش نیاره، چیزی تو روش نگی ناراحت میشه. نه نه خوبه، هیچی خوبی، تو خوبی رامبود. خیلی خوب، خیلی خوب رامبود. بله آقای کلاری، فیلم عروسی ما نمیگیره. ای جونم، ای قربونت برم من، ای عزیز دل من، ای جیگرتو برم من. میگیره؟ تو یه عروسک مامانی خوشگل مثل خودت پیدا کن. من در مقابل الان همه این نگاه‌ها و نگاه‌های بیرون از در حقیقت این فضا به شما قول میدم من این فیلم رو میگم پیدا کردم. قول
جناب خان جان جان چه خبری بود؟ سلامت باشی. تو اهلام و دیگه، یعنی واقعا به خاطر این اتفاق باید دست جمعی هجوم ببریم در خونه اهلام اینا. بکن فیلم عروسی ما اسکار بگیره. نه؟ آره واقعا. میرم اون بالا از میرم اون بالا از سونی پیکچرز تشکر میکنم. رامبورد. آره ها. آخه میدونی کامبیز، کامبیز جان بود بهت گفتم. همین پسر خواستگار اعلام. آره آره آره، اعصاب خرد کنه. این رفته با داریوش خنجی صحبت کرده. بس که داریوش خنجی هم بهش اوکی داده. گفتم کلاری بیارم بکوبم رو داریوش خنجی. اینجوری کرد. کوبیدم. آره واقعا کوبیدی. ماشاءالله. آره فقط آقا کلاری ببخشید. عذرخواهی میکنم. فقط عذرخواهی میکنم اون لحظه‌ای که سر سفره عقداری لنز می‌بندی فوکوس کشی می‌کنی، خواهش می‌کنم چشاتو بنداز پایین چون من یکم حساسم. فقط گفته باشم ولی من نمی‌فهمم یهو میبافم. حتما قول سلام حتما حتما زنده باشی. خب جان ببخشید، من دو سه تا سوال تخصصی راجع به عکاسی فیلمبرداری دارم. بفرمایید از آقای کلاری بپرسم. بله بفرمایید. امکانش هست تشریف بیارن اینجامو؟ سلام آقا بفرمایید. خواهش می‌کنم در خدمتتون. گفتم دیگه چه فرصتی که یک ماستر کلاس داشته باشم رو. خب ببخشید استاد. بله. اول میشه یه بوستون بکنم مصاحبه. جونم. برم من. جان یک لحظه عذرخواهی می‌کنم ببخشید. این دوربینو تازه گرفتم کم کی داشت آره ببخشید. عذرخواهی می‌کنم. استاد ببخشید. این دوربین چطور روشن میشه؟ اصلا از اول گفتم ماستر کلاس از اول گفتم پایم قوی کنم چطور روشن میشه؟ نیازی نداره روشن بشه، همینجوری هم میگیره باید وضعیت. آره بعد چطور خاموش میشه که باید خراب بشه؟ سلامت باشی رامبود. یه سوال دیگه هم دارم ببخشید. استاد ببخشید جونه. اگر تو گلدن تایم باشیم بخوایم تصویر سیلوئت بگیریم با لنز 50 دیافم گذاشته باشیم رو 2.8، الان تو این شرایط آی اس او رو باید رو چند بذاریم؟ ببخشید اینم اگه ممکنه جواب بدید. تو مگه تو ببینم تو وقتی قد اطلاعات داری چجوری نمیدونی اون چجوری روشن میشه؟ جان نه گفتم پایم قوی بشه. استاد ببخشید دکمه که تو باید با من باور کن، تو فیلم بعدی به جان تو جناب خان باید بیا تو فیلم بعدی با هم کار کنی. تو اطلاعات در من بیشتره، قربون قدت برم من. فوکوس کشه تو جیگر تو برم من جونم. هدیه نداری بهشون بدی؟ آره آره دارم. استاد ببخشید دکمه روی چیه؟ این بالاش دکمه دکمه گنده ای چیه؟ اون دکمه گنده هم مال اینه که شما اگه نخواستی از اینجا نگاه کنی ها. از اینجا نگاه نه نه ای که فشار میدی یه چیلیقی میکنه ای اسمش چیه؟ ای چیه رام بود اسمش؟ اون این نونبا که اینجوری میکنن اسمش چی بود؟ به نونبا با اون که نون میپزه چی میگن؟ نون میپزه؟ شاتر. ها این شاتره؟ پس شاتر اینا؟ اوکی اوکی آقا کلاری جون ما دوبر کنجدی که مغز پخت بشه کجا شما سراغ داری بیم بگیریم؟ جون اونو با فیلتر درست میکنیم. ببین جناب خان خیلی حالکن داری با آقای کلاری اینقدر کره میکنی. آقای کلاری مو چاکر ببخشید مو آشنا داشتم تو گمرک. خب الان یه بار لنز ماستر پرایم الکسا برام رسیده، خواستی بگو تو آزاد کنم بیارم. تو با یکی از این آقازاده ها رفیقم. آره چیم آقازاده چیم؟ وای 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 آقازاده چی؟ میگم با یکی از این آقازاده هامو ارتباط مویرگی دارم. 6000 تا خودرو با یه بار لنز داریم وارد میکنیم. بار لنز میخوایم بپاشیم تو بازار. دمت گرم. خوبه؟ یه دونه در حقیقت نمیدونم بار و اینو فایده نداره بود. فایده نه چند تا تری بیشتر از این حرفا میبندن. نه چاکر کار دیگه حله. سلام اجازه دارم یه هدیه هم تقدیم کنم به استاد. قربونت برم سلام عزیزم. استاد ببخشید گرتو برم من. قربون شما این خدمت شما. وای وای این انگوریه که بابا خورد. وای وای جونم انگوری که خواهرش بابا خورد. یادتو برم من ای جونم. به فرمودین فرمودین دارین تشریف میبرین منزل خواهر. گفتم انگور ببرین دیگه بغض نکنن. حتما حتما قربونت برم من فدایتون. یه کاده کوچولو دیگه هم آماده کردم رامو. بده 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 بفرما. وای 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 وای
فقط نصفشو بخوریم با قلوپای کوچیک. یه قلوپ من یه قلوپ. آره. قلوپ کوچیک. بابا دیگه بذار پس مال خودشون باشه دیگه. بخور قنده ده بره بالا. او قنده ده بره بالا. قنده ده بره بالا. بوی چه نوری بیا بالا. قنده ده بره بالا. نوکر. ای جونم. تقدیم با عشق. قربونت برم من. اینو بیارم اونجا. بله بده این مال شما. مرسی عزیزم. قربونت برم من جناب خان خوشگلم رامود. بله آبروریزی نکردم. چی؟ آبروریزی نکردم. عالی بود. عالی عالی بود. دمت گرم. نوکرم فلاک. محمود خان بعد لبخند بزنید 15 ثانیه به تماشاچی توی خونه اون دوربین. من الان اون دوربین میتونم لبخند جیگر دارم. شما همیشه در حال لبخندید. آماده؟ بله. 15 ثانیه براشون بشماریم از بالا بیایم پایین. 1 2 3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آقا باید یه قولی بدیم در خندوانه. مهمونه در خندوانه یه قولی میدن که متشکرم. بگید که ممنون شهاب حسینی. بعد قول بدید که بیرون از اینجا یه کاری بکنید یک نفر تا چند نفر خوشحال شن. حتما. بعد بگید که چی کار میکنم. دوربین ما هم میاد میگیره. چند تا بچه ای رو که از اینایی که در حقیقت هم کم و بیش دور بر خودمون میبینیم که چقدر هم واقعا تلخه، اینه که دور بره این سخت های زباله میگردن سعی میکنم بهشون کمک کنم و حتی در اون کاری هم که میکنن کمکشون کنم. حتی این کار میکنم. باشه. چند تا؟ فکر نمی کنم تعدادشون خیلی بتونه زیاد بشه، ولی فکر میکنم که تا 4-5 تا از پسش بر بیاد. آلی عالیه. خیلی هم قشنگ. رامبورد بله میدونستی بهترین کیفیتی که بالاتر از بلوریه چیه تو تصویر؟ بگو. کلاره. ای قربونت برم من. یه درجه بالاتر از بلوریه. یعنی بهترین کیفیت تصویر دنیا. آفرین. کلاره. آفرین. قربونت. گریه میکنین؟ معمولا اشکم داره مشکنه. زود به قول معروف راه میفته. از بچگی هم اینجوری بودم. کنترل میکنم تقریبا تا اونجایی که بتونم کنترل میکنم، ولی آره بعضی وقتا خب یه جوری بقیه رو اذیت میکنه. یعنی یه مواقعی همه قصه یه جایی میدونی از مثلا تو فیلم جدایی که حالا فیلمش هم در اومد، خب اونجا یاد بابام افتادم. برای اینکه اون شرایط رو با پدرم داشتم وقتی که اونم سرطان داشت و یه مدتی تو خونه بود، من حمومش میکردم. واقعا نتونستم کنترل کنم، یعنی دیگه نمیدیدم بخش قابل توجه از اون پلانو من نمیدیدم. یعنی چشمم پر بود و اما علل قاعده این ضعف، حالا اگه اسمش رو بذاریم یا هرچی رو دارم. یعنی ضعف نیست دیگه. آره. این خنده است. بخشی. آره بخشی. آره از ماست. آره. باید رهاش کنیم. دقیقا. آره. سخته ولی خب باره. آره. یه کتاب میخوام بهتون هدیه بدم. عکس‌های تعدادی از عکاس‌هایی که پیاده روی 40 رو که به کربلا میرن، این مراسم بزرگی که وجود داره. بله بله. آره در 6 سال طی 6 سال اونها این رو عکاسی کردن. آره عکاس‌های مختلف که متعلق به آره چند تاشون رو میشناسم. آره میشناسم. آره آره جاسم رزبانپور رو نمیدونم. آره چند تاشون میشناسم. آره که تو این پروژه بودن. بله بله. که سالم امتیاز مؤسسه فرهنگی و هنر شیعه شیعا این رو چاپ کرده، اینو تقدیمتون میکنم. مرسی. ممنونم. عکسای خوبی توشه. هدیه 780 که حامی خندوان است رو تقدیمتون میکنم. مرسی عزیزم. و این لوحمون که میره پیش اون همه جایزه بزرگ و معتبر. مرسی. و لطف کنین کنار اونا بذاریم و ببینیم. حتما. قربونت برم. مخلصم. مرسی. مرسی رامبوت. مرسی.
مخلصم. من این افتخار رو داشتم که جلوی دوربین شما بازی بکنم. یه بار برای اولین بار که رفتم جلوی دوربین، فیلم‌های 100 ثانیه به مناسبت 100 سالگی سینما ساخته می‌شد که آقای پرویز کیمیاوی یکی رو ساختن و شما یکی از فیلمبرداری بودین که کلی از اون فیلم‌ها رو ساختین. آره درسته. و من جلوی دوربین آقای کلاری قرار گرفتم که خیلی هم کیف کرده. خدا روزی ما هم بکنه ان شاء الله. آره استاد، چهره ما فوتوژنیک هست برای دوربین خوبه. عروسی عروسیت قربونت. اسکار میگیرم اصلا بالاتر از اسکار عزیز دلم آخرشی. آره تا آخرشی. و آرزو میکنم یه بار این افتخار داشته باشم که در کنارتون یه فیلمی رو با هم بسازیم. حتما با کمال میل. چاکرم، خیلی مخلصم. قربونتون برم. قربون شکلتون. اینجا بلند شیم همه به احترام مردم عزیز ایران بیستیم. من کت شما رو کمک کنم که ترتون کنیم. مرسی، 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 متشکرم. مرسی عزیزم. استاد کلاری ببخشید. جونم. ببخشید سینموبیل حرف زشتی نیست میریم سن توی فیلم ها؟ چرا باید زشت باشه؟ نمیدونم. سینموبیل؟ آره اشکالی نداره؟ نه. چون دیدم آخر فیلم هم سن سینموبیل. نه. نه اشکال نداره. آقای کلاری برای مردم عزیز ایران یه جمله بگین، یه آرزو بکنین. آرزوی اصلا یه آرزوی خودتون چیه؟ آرزومه این روزا خیلی به این فکر میکنم. آره آرزومه واقعا. فیلم بردارا همیشه میگن آرزومه. زومه. بله بله. خب حقیقتا آرزومه و یعنی فکر کردم با این به هم ریختگی که تو دنیا به وجود بلبشویی که واقعا اصلا دیگه داره یواش یواش ترسناک میشه، که حاصل به نظر من اینه که واقعا احساس میشه که هیچ چیز سر جاش نیست، حالا یا هیچ کس هم حتی سر جاش نیست. آرزو میکنم واقعا یه دنیایی پیش رومون باشه که واقعا آدمایی که باید سر جای خودشون باشن که اینجوری دنیا رو به این آشوب و به این بلبشون نکشن و این وضعیت جدید واقعا حاصل نشه و اینقدر حقیقتاً فجایع عجیب و غریب که در تاریخ من فکر می‌کنم حداقل یکی دو قرن اخیر بی سابقه بوده، نه کم سابقه، طی واقعاً این دو دهه اخیر شاید اتفاق افتاده. این همه فجایع، این همه اتفاقات عجیب و غریب، ما یکی دو تا و بعدم چقدر راحت همه از کنارش رد میشن به واسطه هجوم اطلاعات. یعنی واقعاً این سیستم‌های جدید دشمن این جریانی هستن که آدمو تمرکز کنن روی وقایع. یعنی الان دیگه شاید کسی به خاطر نمیاره این همه آدمی که در میانمار قتل عام شدن حقیقتاً و به عنوان یه نسل‌کشی حتی ازش اسم میبرن و این که اتفاقات گوناگون که دیگه این آخریا میرسیم عرض کنم به مرزهای درون امریکا که مادرها رو از بچه‌ها جدا می‌کنن و همه رو در حقیقت توی وضعیتی قرار میدن که اصلا باور نکردنی حقیقتا. خیلی تلخه، خیلی دردناکه. امیدوارم واقعا یه جوری بشه که آدمایی که باید جای خودشون باشن از این بلبشو جهان واقعا نجات پیدا کنه. یه جوری آرزوم اینه که همین دنیایی باشد پیش رومون که واقعا هر کی سر جای خودش و درست باشه که شاید دنیا به یه نظمی برسه. آمین. عرض کنم که مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی قشنگی. خیلی. شما خیلی صبورین. خیلی بیشتر از اینا لیاقتتونه. باشه. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. چشم. چی؟ گفتی خدا شما رو گفته گفتم چشم. حرف رامبود. ها. ما هم یه نکته‌ای دارم باید بگم، اعصابم خورد شد از این فجایع صحبت. بگو. واقعا اونایی که دنیا رو به هم ریختن انگشتام تو چشم یک یکشون. قبول داری رام بود؟ بله. یک یکشون خدا شاهده. سلام علیکم. و آرزو میکنیم مثل هر شب که در کنار خانوادتون باشین، راضی باشین، پر روزی باشین و سلامت باشین از همه مهمتر. چشم. و اینکه خوشحال با لبخند. خوشحال با لبخند. حتی علکی. آره واقعا. حتی علکی. و همه مریضام از بستر بیماری بلند شد. جاش جاش. مخلصیم رو به اونجا آقا اینجوری میکنیم میگیم شاد باشید. یک دو سه شاد باشید.